موضوع ما ایست که امروز بر امت اسلامی چی میگذره، دشمن ما کیست و دشمن از ما چی میخواه. سرزمی و گفتنی هایی که از استاد داشته باشیم، مخصوصا در این اواخر شما میبینید که در خود افغانستان سوشال میدیا هم اثر صحبتشان هم ایست که چی تعداد از افغان ها در ایران به شهادت میرسن و کسایی به پاکستان به شهادت میرسن و موضوع شهادت هایی که امروز سران فلسطین در غزه توسط دشمن ها از بین برده شدن میرن. این حالات است که ما میخواییم انشاءالله استاد سرش صحبت داشته باشن. استاد گرامی بفرمایید، انشاءالله شما مشنایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خواهر عزیز و بزرگوار و خدمت تک تک بینندگان عزیز و گرامی. قبل از همه چیز معذرت خواهی میکنم به خاطر مشکل از طرف من بود، از طرف شما نبود. امیدوار هستم که دیگه دوباره تکرار نشود در اسنای برنامه، گرچه کمپیوتر کمی به قول معروف بیسوری که داره است. به هر صورت دین مبین اسلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه پیغمبری مبعوث شدن، همه ما در سیرت خواندیم که مشکلات از مکه شروع شد. دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم، دشمنی با کسانی که به دین اسلام ایمان آوردن از روزهای اول آغاز شد و زجرها، شکنجه ها، شهادت ها و کسانی که در این را سختی ها و مشکلات را متحمل شدند. از اولین شهیدی که در مکه به شهادت رسید، سمیه رضی الله تعالی عنها و همسرش یاسر رضی الله تعالی عنهما که در روی ریگ های داغ مکه فرعون های مشرکین آنها را می بردند و در اونجا به شدت شکنجه می کردند و تعداد زیادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون دوران شکنجه دیدند و حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با بدترین شکل در چه در مکه چه در سفری که به طائف داشتند اذیت و آزار دیدند از زبان مشرکین، از دست مشرکین و توطئه ها، تهمت ها و اهانت های بیشماری هم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم به صحابه روا داشتند. و این سلسله ادامه دارد تا روز قیامت، یعنی جنگ بین حق و باطل همیشه ادامه خواهد داشت، منحصر به یک زمان و مکان خاصی نیست. و مادامی که جنگ بین حق و باطل ادامه دارد، شکنجه شدن، زندان شدن، کشته شدن، زخمی شدن، اینها هم به طبیعت حال وجود خواهد داشت. بعد از هجرت از مکه می‌بینیم که این مشکلات و سختی‌ها و مصائب رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانشان متوقف نشد. در غزوات متعدد در احد می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شدت زخمی می‌شوند، تعداد زیادی از عزیزانشان، از یارانشان به شهادت میرسند و زخمی میشوند. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم، خون از بدن مبارکشان جاری میشود، صورتشان زخمی میشود، دندان مبارکشان شهید میگردد. اما همه این سختی ها و مشکلات را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه چشیدند به خاطر اینکه این دین رو برای ما برسانند، توحید رو برای ما برسانند. یک تا پرستی رو در سراسر دنیا بعد از اینکه شرک و کفر و ظلم و ستم سراسر کره خاکی را در بر گرفته بود، یک بار دیگر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم داعیه عدالت خواهی و برابری و حقوق انسان را یک بار دیگر در جهان زنده کردند. و در طول تاریخ این یک چیز طبیعی بود که مسلمان ها همیشه در مقابل زورگویان، ستمگران، کسانی که به شکلی انسانها را برده خودشان قرار داده بودند، انسانها را فکر می‌کردند که در خدمت آنها هستند و باید برای آنها کار بکنند و باید برای آنها خدمت بکنند، طبیعتاً وقتی که بازار اینها کساد شد و
در مقابل این دعوت و در مقابل توحید و یکتاپرستی ایستادن. و این کشمکش بین حق و باطل همیشه ادامه دارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. الله سبحانه و تعالی با آن کسانی که می جنگند، جهاد می کنند در راه الله سبحانه و تعالی اجازه داده است، به خاطر اینکه آنها مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. و بعد از حالا اگر بخوایم همه مصائب رو که مسلمان ها در طول تاریخ در طول 1400 سال دیدن، شاید ده ها و صد ها برنامه نیاز باشد، اما بیاییم از این آخر، بعد از جنگ جهانی اول و دوم، وقتی که کشورهای کفری، کشورهای استعماری جهان اسلام را بعد از سقوط خلافت اسلامی در بین خودشان تقسیم کردند، مانند غنیمت جنگی کشورها را تقسیم کردند. میبینیم که در شمال آفریقا ایتالیا و فرانسه و انگلیس کشورهای اسلامی را، مصر، الجزایر، لیبی تا سودان، این کشورها را در بین خودشان تقسیم کردند. الجزایر و حتی لشکر صلیبی ها تا 50-60 کیلومتری مکه مکرمه رسیده بودند. شهر جده تقریبا اشغال شده بود به شکلی. کسانی که به جده سفر کردند هنوزم بقایای کلیساها و بعضی از مراکزی که پرتغالیا در وقتی که اشغال کرده بودند این شهر ساحلی را هنوزم وجود دارد، شاید دیده باشند. مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، مدینه منوره، در معرض حمله صلیبی ها قرار داشت. تقریبا می توانیم بگیم که تمام جهان اسلام را اشغال کردند. به یکی از مصیبت ها و بدبختی هایی که گرفتار مسلمان ها شد این بود که انگلیسی های استعمارگر فلسطین را اشغال کردند بعد از سقوط خلافت اسلامی، و یهودیایی که سالها در انتظار این بودن که یک مملکتی، یک جای پایی برای خودشون در جهان داشته باشن، چون که اینها در بعد از موسی علیه السلام ضربت علیهم الذلة والمسكنة، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که بر اینها تقدیر شد که همینطور خار و بدبخت باشن، و از همون زمان به بعد میبینیم که در سراسر دنیا پراکنده شدن، در هر کشوری که بودن به شکلی مورد ظلم و ستم واقع شدن. حالا یک چیزی رو مانند هولوکاست اینا رو که خیلی بهش میپردازن و بزرگش میکنن، اما به هر صورت یک کشوری نداشتن، یک جای مستقر نبودن، و این ذلت و خاری بود که الله سبحانه و تعالی به اونها زده است و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. این یک واقعیت است. سرزمین فلسطین رو اشغال کردن و در میبینیم که تا سال 1947 به اشکال مختلف، با کوچ اجباری، با شکنجه کردن، با کشتن، با زندانی کردن و با غصب خانه ها و سرزمین های فلسطینی ها، مناطق مختلفی رو در منطقه فلسطین و در شام اینها اشغال کردن و حتی بیت المقدس و مسجد الاقصی رو به اشغال خودشون در آوردن. از آن زمان بود که با وجود سقوط خلافت اسلامی، با وجود نبودن حکومت اسلامی، و با وجود اینکه تا امروز هم ما کشورهای اسلامی مستقل نداریم، و این واقعیت است. امروز شاید بعضیا بگن که والا ما مثلا 50-60 کشور اسلامی داریم، سازمان همکاری اسلامی داریم، اما وقتی که شما تاریخ این کشورها رو شما مطالعه بکنید، همه این کشورها به شکلی از اشکال وابسته به استعماری که بعد از جنگ جهانی دوم در منطقه حاکم شد هستن، و حتی خانواده هایی که در بسیاری از کشورهای اسلامی حکومت می کنند، اجدادشان توسط استعمار انگلیس یا فرانسه یا کشورهای دیگر در این مناطق گماشته شدند و تا امروز هم در خدمت اونها هستند. به ظاهر کشورهای مستقل و آزاد هستند و ادعا می کنند که مستقل هستن، آزاد هستن، اما در حقیقت در خدمت دشمنان اسلام و در خدمت کفار و صلیبی ها و یهود و نصارا قرار دارند. از طرف دیگر با انقلاب اقتصادی که در غرب صورت گرفت و اونم به خاطر چپاول معادن و سرمایه های کشورهایی که اینها اشغال کرده بودند، مثلا کشورهای آفریقایی رو تا امروز میبینیم که در بین فرانسه و انگلیس و ایتالیا و کشورهای مختلف آمریکا تقسیم است و مردمش مثلا در نیجر، در سنگال، در کامرون، در خیلی از کشورها در
اوج فقر و بدبختی زندگی می کنند، با وجود اینکه معادن بزرگی از طلا و نقره و الماس دارند، اما می بینیم که مستعمر بریتانیایی و فرانسوی و کشورهای غربی مال و دارایی آنها را، معادن آنها را، سرمایه ملی آنها را به غارت می برند و برای خودشون تکنولوژی و کارخانه و شهرها و این پیشرفت و تقدمی رو که ما شاهد هستیم در اروپا تأسیس کردن. یعنی این ساختمان ها، این اقتصاد، این صنعت و این پیشرفت و تکنولوژی که امروز در غرب وجود دارد، در اساس بر پایه قتل و کشتار و استعمار و جنایتی که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که اینها مستعمره خودشان در خاورمیانه، در آسیا و در مناطق در آفریقا داشتن، تأسیس کردن و درست کردن. اکثر این کشورها رو می‌بینیم که نه منابع نفتی دارن، نه منابع گاز دارن، نه معادن گرانبهایی دارن، اما در اوج پیشرفت و ترقی و ثروت زندگی می‌کنن. به خاطر دزدی اموال کشورهای به قول خودشان جهان سوم است. درست. از سوی دیگر با غول‌های بزرگ میدیا و اقتصاد و شرکت‌های بزرگی که تأسیس شد در اروپا و آمریکا، در ظاهر کشورهای اسلامی استقلال گرفته بودند، اما حقیقتاً یک نوع بردگی اقتصادی، یک نوع بردگی سیاسی، یک نوع بردگی رسانه‌ای، یک نوع بردگی فرهنگی و ثقافتی تا هنوز هم در بسیاری از کشورهای اسلامی یا به ظاهر اسلامی جریان دارد. برمیگردیم سر مشکل بزرگ امت اسلامی که قضیه فلسطین است. برعکس آنچه که سعی و تلاش می کنند کفار و دشمنان اسلام که قضیه فلسطین رو یک قضیه عربی، یک قضیه منطقه‌ای، یک قضیه یک ملت کوچیکی که در فلسطین زندگی می کنند، قضیه عرب‌ها جلوه بدن، اما حقیقت این است که قضیه فلسطین قضیه امت اسلامی است. سرزمین فلسطین سرزمینی است که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که این سرزمین فتح شد، این سرزمین رو وقف برای امت اسلامی قرار داد. یعنی همه مسلمانان جهان در این سرزمین حق دارند و باید به خاطر این سرزمین مبارزه بکنند و باید به خاطر این سرزمین دست به دست هم بدن و این مرکز وحدت و همبستگی امت اسلامی. سرزمینی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا به اسراء و معراج رفتند. سرزمینی است که انبیای الهی، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام، خیلی از پیامبران بزرگی که در این سرزمین مبعوث شدند، مرکز ادیان آسمانی است، مرکز اسلام است، چون همه پیامبران دعوایشان و رسالتشان اسلام بود. و خیانت هایی که در طول این 100 سال اخیر صورت گرفت در این منطقه از طرف کشورهای اسلامی، از طرف کشورهای غربی که به استعمار کشیده بودند این منطقه رو، تا اینکه یک غده سرطانی به نام اسرائیل رو در این منطقه به وجود آوردن که امروز سبب مشکلات امت اسلامی، سبب بدبختی امت اسلامی، غده سرطانی به نام اسرائیل است که مشغول قتل و کشتار و ظلم و ستم در این منطقه می باشد. و غده سرطانی دیگری رو که در 40 سال اخیر در ایران به نام حکومت جمهوری اسلامی تأسیس کردن که ما نتیجه ظلم و ستم این دو حکومت مستبد و ظالم و ستمگر رو در فلسطین، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در یمن و در خیلی از کشورهای اسلامی دیدیم. در صورت یکی از وقایع مهمی که در هفته گذشته رخ داد، شهادت یحیی سنبار، رهبر حرکت مقاومت اسلامی حماس بود. شهادتی که حقیقتاً بعد از شهادت اسماعیل هنیه، رهبر سابق حماس، همه مسلمان‌ها را شوکه کرد. همه مسلمان‌ها ناراحت شدند. کسانی که قلبشان و روحشان برای فلسطین و برای مسجد الاقصی و برای بیت المقدس می‌تپید، از این واقع ناراحت شدند. اما شهادت یحیی سنبار اول نیست و آخر هم نخواهد بود. ما در این سرزمین از زمانی که غده سرطانی اسرائیل تأسیس شد در این منطقه شاهد هستیم که مردم فلسطین و مردم این منطقه، خاصتاً بیت المقدس و اطراف بیت المقدس، بنابر امان حدیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم که می فرمان گروهی از امت من هستند که تا روز قیامت
در منطقه جهاد می کنند و در مقابل دشمنان می ایستند، کسانی که آنها تنها می گذارند، کسانی که با آنها کمک نمی کنند، کسانی که پشت آنها را خالی می کنند، هیچ ضرری به عقیده و به اهداف اونها نمی رساند، بلکه تا روز قیامت اینها در آنجا مشغول جهاد با دشمنان اسلام می باشند. وقتی صحابه پرسیدند یا رسول الله در کدام منطقه هستند، گفتند در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس. شهادت یحیی سنوار اولی نیست و آخری هم نخواهد بود. 80 سال پیش شهید شیخ عزالدین قسام که امروز گردانهای عزالدین قسام یا کتایب عزالدین قسام شاخه نظامی حرکت مقاومت اسلامی حماس به نام او نامگذاری شده است، یکی از مجاهدینی بود که در این منطقه شروع به جهاد کرد در مقابل صهیونیست ها، در مقابل گروه های تروریستی صهیونیستی که گروه های کوچکی درست کرده بودند که به هر منطقه حمله می کردن، مردم رو می کشتن، شکنجه می کردن، اذیت می کردن. 80 سال پیش عزالدین قسام به شهادت رسید. مردم گفتن که جهاد در فلسطین تمام شد، اما الله سبحانه و تعالی مردان دیگری رو، قهرمانان دیگری رو، مجاهدین دیگری رو در این سرزمین و در این منطقه به وجود آورد و آنها توانستن که دوباره این ملت رو زنده بکنن، دوباره جهاد رو زنده بکنن، دوباره در مقابل صهیونیست های جنایتکار و تروریست بایستن. 20 سال یا 21 سال پیش شاهد هستیم که پیرمردی که به اصطلاح فلج بود، شل بود، از دست و پاش حرکت نمی کرد، بر روی یک صندلی متحرک یا ویلچر به اصطلاح به این طرف آن طرف می بردن. سالهای عمر خودش را در زندانهای اسرائیلی ها سپری کرد. در دهه 80 این شخص شیخ احمد یاسین حرکت مقاومت اسلامی حماس را تأسیس کرد، حرکتی که دو شاخه داشت، یکی شاخه نظامی و یکی شاخه سیاسی. روزهای اول شاید شما خواهر گرامی و بینندگان ما به یاد داشته باشند که در سال 1980 به بعد در کوچه ها و خیابان های فلسطین با سنگ و چوب در مقابل تانک ها و در مقابل سربازان تا دندان مسلح صهیونیستی اینها جهاد را شروع کردند و در این را قربانی های زیادی دادند و بیشترین کسانی که در این درگیری ها و در این جهاد های که با سنگ و چوب و با دست خالی در مقابل سربازان اسرائیلی صورت می گرفت، جوان ها بودن، نوجوان ها بودن، حتی کودکان 5-6 ساله بودن که با صحنه هایی رو شاید به یاد داشته باشین که پدرانشان مادرانشان اینها رو مدرسه می فرستادن، کیف مدرسه خودشان یا همون دسکاول یا چانته‌ای که داشتن، کتاب های خودشان رو خالی می کردن و بکس های خودشان رو پر از سنگ می کردن و به جای اینکه به مدرسه بروند در خیابان‌ها با سربازان اسرائیلی درگیر می‌شدند. صدها و هزارها نفر از کودکان و نوجوانان فلسطین در دهه 80 و 90 در این درگیری‌های خیابانی کشته شدند، زخمی شدند، اسیر شدند. کودکانی بودند که 10 سال، 20 سال، 30 سال در زندان گذراندند. بر صورت آیست آیست این جهاد ادامه پیدا کرد، از سنگ و چوب به کوکتل مولوتوف و با سلاح‌های سبک و با چاقو در مقابل اشغالگران صهیونیستی جهاد را ادامه دادند، تا اینکه شیخ احمد یاسین حرکت حماس را تأسیس کرد و شاخه نظامی حماس با عملیات‌های غافلگیرانه در مقابل صهیونیست‌ها سلاح‌هایی را از آنها به غنیمت گرفتند و آهسته آهسته حرکت نظامی و مسلحانه، خاصتاً در وقتی که جهاد در افغانستان در اوجش قرار داشت، به یک الهام شده بود جهاد افغانستان در مقابل روس‌ها برای امت اسلامی که بله یک ملت با دست خالی میتواند در مقابل یک ابرقدرت بیستد، میتواند جهاد بکند، میتواند با خون خود، با قربانی و ایثار و فداکاری خود ظالم و ستمگر را به زانو در بیاورد. این الهام از جهاد افغانستان و فضل الله سبحانه و تعالی و بیداری که در بین امت اسلامی ایجاد شد، سبب شد که در فلسطین حرکت‌های نظامی در این سو و آن سوی سرزمین‌های اشغالی آغاز شود. در طول این مدت از سال 1984 85 86 که حرکت مقاومت اسلامی به شکل منظم فعالیتش رو در فلسطین آغاز کرد، ما شاهد هستیم که بعد از شیخ احمد یاسین که حدود 20-21 سال پیش بعد از آزاد شدن از زندان‌های اشغالگران صهیونیستی در یک حمله هوایی که بعد از نماز صبح در غزه رخ داد
در حالت خارج شدن از مسجد بود، به شهادت رسید و به آرزوی خودش رسید. یک ماه بعد از شهادت شیخ احمد یاسین میبینیم که دکتر عبدالعزیز الرنتیسی که بعد از شیخ احمد یاسین رهبری حرکت مقاومت اسلامی حماس را به عهده گرفت، به شهادت رسید. دقیقا یک ماه و چند روز بعد از شهادت شیخ احمد یاسین، مردم دنیا فکر کردن که حماس تمام شد، شکست خورد، اسرائیل پیروز شد، جهاد دیگر در فلسطین خاموش خواهد شد. اما با کشته شدن و با شهادت این رهبران و این مجاهدان بزرگ، روز به روز شعله جهاد و مقاومت در مقابل اشغالگران بیشتر شد. بعد از رنتیسی ما میبینیم تعداد زیادی از رهبران و مجاهدین فلسطینی، اسماعیل ابو شنب، صلاح شهاد، ابراهیم مخادمه، نزار عرز الله، جمال منصور، حاتم حامد البطاوی، جمال سلیم، نزار ریان، سعید سیام، خلیل خوخا، عماد العلمی، عزت الرش، سامی خاطر، ماهر عبید، صالح العارودی، حسین احمد ابو عجوة، حسن یوسف، موسی ابو مرزوق، محمد نزال، خالد ابو توس، حسن یوسف، و در آخر چند ماه پیش دیدیم که اسماعیل هنیه آخرین، قبل از شهید یحیی سنوار، آخرین رهبر حماس در ایران ترور شد. همه این اسمایی که ذکر کردم و تعداد زیادی دیگری از فرماندهان مانند یحیی عیاش، یکی از مهندسان یا انجینران حملات مسلحانه بر علیه صهیونیست‌ها به شهادت رسیدن، همه اینا مردانی بودند که زندگی خودشان را، حیات خودشان را، همه چیز خودشان در راه دین، در راه اسلام و در راه آزادی فلسطین و بیت المقدس و در راه جهاد فی سبیل الله اینها قربانی کردند. در هفته گذشته بعد از شهادت اسماعیل هنیه که یحیی سنوار به عنوان رئیس یا رهبر حرکت مقاومت اسلامی حماس تعیین شده بود نیز به شهادت رسید. من در برنامه‌ای که دیروز داشتیم ذکر کردم که ما باید، امت اسلامی باید، به جای فیلم‌های کارتونی، به جای فیلم‌های هالیوود، به جای فیلم‌های بالیوود، زندگی نامه امثال یحیی سنوار، امثال اسماعیل هنیه، امثال یحیی عیاش، امثال عبدالعزیز الرنتیسی، امثال احمد یاسین، امثال شیخ عزالدین قسام، زندگی اینها رو باید برای کودکانشان بیاموزن. برای ما الله سبحانه و تعالی از مریخ و مشتری و زحل کدام رهبر و فرمانده و خلیفه و پادشاه نمیفرستد که امت اسلامی را از این بدبختی، امت اسلامی را از این سردرگمی، امت اسلامی را از این ذلت و خاری نجات بدهد. رهبر امت اسلامی را من باید بسازم. تو باید بسازی. ما باید بسازیم. فرزندانی تربیت بکنیم که قیادت و رهبری امت اسلامی را به عهده بگیرند. ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و خالد بن ولید و نعمان بن بشیر و ابو عبیده بن جراح و محمد فاتح و این رهبرانی که فرماندهانی که پادشاهانی که عمرانی که امت اسلامی در زمان آنها در اوج مجد و عظمت زندگی میکردند. در زمان سلطان سلیمان قانونی تقریبا همه کشورهای اروپایی، همه جهان در زیر سلطه خلافت اسلامی بود. تا همین 150 سال پیش همین ایالات متحده آمریکایی که شما الان در آنجا زندگی میکنید به خلافت عثمانی جزیه میداد. سالانه چند صد سکه طلا جزیه میداد که شما به ما کاری نداشته باشین، به طرف آمریکا نیف. چی شد که امروز امت اسلامی در ذلت و در خاری و در دربدری زندگی میکند؟ چی شد که امروز مسلمان ها در طول یک سال در فلسطین بیش از 50,000 نفر، زن، کودک، انسان‌های بیگناه به شهادت رسیدند، اما هیچ مسلمان و غیر مسلمانی خم به ابرو نمی‌آورد؟ چه شده که امروز 260 نفر یا 260 نفر از عزیزان ما توسط سربازان خونخوار و کثیف خامنه‌ای دجال در مرز ایران به شهادت می‌رسند؟ نه حکومت ما، نه کشورهای اسلامی، نه سازمان ملل، نه حقوق بشر، هیچ کس صدایش در نمی‌آید. چرا ما در خاری و در ذلت زندگی میکنیم؟ چون رهبر نداریم، چون قائد نداریم، چون خلیفه نداریم، چون حاکمی نداریم که از حقوق ما و از حقوق مسلمان ها دفاع بکند. چرا 100 سال پیش کسی جرأت نمیکرد به یک مسلمان بگوید که بالای چشم تو ابروز؟ چون که حکومتی بود، خلافتی بود. تا وقتی که سلطان عبدالحمید رحمت الله علیه رو با دسایس مختلف، با توطئه‌های مختلف،
خانه نشین کردن و خلافت اسلامی رو الغا کردن و سقوط دادن و بعد از اون کشورهای اسلامی رو، سرزمینهای اسلامی رو به نام ازبک، به نام تاجیک، به نام عرب، به نام عجم، به نام فلان، و الان در محدوده مرزها اینها رو تعیین کردن و معاصره کردن. به این مرزها امروز شده سبب عداوت، سبب دشمنی، سبب بدبختی، سبب قتل، سبب کشتار، سبب جنگ هایی که در بعضی اوقات میبینیم که سالها طول کشید. مرزها رو درست کردن، ما رو به نام قوم، به نام زبان، به نام نژاد، به نام عرب و عجم، به نام های مختلف، به نام شیعه و سنی، به نام سلفی و حنفی، به نام های مختلف، به نام ایرانی و تاجیکی و افغانی و ازبک و ترکمن و قزاق و قرقیز و فلان و عرب و عجم به جان هم دیگر انداختن. اما این نهایت راه نیست. هنوز هم در بین امت اسلامی کسانی هستند که فرزندانی مانند یحیی سنبار رحمت الله علیه تربیت کردند، مادرانی هستند که فرزندانی مانند اسماعیل هنیه به جامعه اسلامی تحویل دادند. اگر مادران ما، اگر پدران ما، اگر امت اسلامی، اگر خانواده ها در تربیت و تعلیم فرزندان خودشان بکوشند و سعی کنند که رهبرانی برای امت اسلامی تربیت بکنند، شاید برای بعضی ها مسخره باشد، آه من فرزند تربیت بکنم که سبا خلیفه مسلمان ها بشه، سلطان سلیمان قانونی، سلطان عبدالحمید، یا عثمان ابن ارطغرل، یا صلاح الدین ایوبی. اینها از مادران عادی به دنیا آمدن، اینها کدام آدم های فضایی نبودن که از یک کره دیگری، از یک مریخ و مشتری، از جای دیگری به زمین آمده باشند. انسان های خارق العاده نبودن، به خدا قسم مانند ما بودن، می خوابیدن، می خوردن، انسان های عادی بودن. سلطان محمد فاتح در 19 سالگی پادشاه میشه، در 27 سالگی قسطنطنیه رو فتح میکنه، استانبول امروزی رو فتح میکنه، مرکز به اصطلاح مسیحیای ارتدوکس رو فتح میکنه. سلطان محمد فاتح از یک مادر عادی به دنیا آمده بود، اما با عقیده و با دین و با آرمان و با قرآن و با سنت تربیت شده بود. ما امروز فرزندان ما در سن 20-25 سالگی میرسن، اکثرشان ارکان اسلام، ارکان ایمان رو بلد نیستن، اکثرشان تفسیر و ترجمه سوره حمدی که در هر رکعت نماز میخوانن رو بلد نیستن. اگر یک نگاهی به زندگی یحیی سنوار بندازیم، که این انسان در وقت شهادت 62 سالش بود، یک پیرمرد در سن 62 سالگی به شهادت رسید، در سن 20 سالگی برای اولین بار توسط صهیونیست‌ها زندان شد، در سن 20 سالگی. تا قبل از آخرین باری که به مدت 22 سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر برد، 4 مرتبه این شخص زندان میشه. یک جوان، یک نوجوان در سال 1988 به خاطر فعالیت‌های نظامی که بر علیه صهیونیست‌ها داشت، اینو زندان می‌کنن. خواهر گرامی، می‌دانید در زندان 4 بار حبس ابد بر او حکم کردند دادگاه رژیم صهیونیستی، 4 بار حبس ابد و بیش از 460 سال زندانی در قضایای کوچک دیگری که بر علیه اسرائیلی و صهیونیست ها انجام داده بود. بعد از جریان تبادله اسرا بین مجاهدین فلسطین و بین اسرائیل که در جریان آن یکی از افسران صهیونیستی به نام گلعاد شالید که اسیر شده بود به دست مجاهدین، با تعداد زیادی از اسرای فلسطینی تبادله شد و در بین اینها یحیی سنوار بود که از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شد، همین چند سال پیش. بعد از این که از زندان آزاد شد، نمیتوانست که بره پناهنده بشه، در پاریس زندگی بکنه، در لندن زندگی بکنه، در آمریکا زندگی بکنه، بره در یک کشور عربی زندگی بکنه، بره در یک زندگی خفت و خاری و به اصطلاح ذلت در یک ویلای لوکسی در یک کشور بره زندگی بکنه. میتوانست، اما در بین ملت خودش، در بین جامعه خودش، در بین مردم فلسطین، در بین مجاهدین فلسطین ماند و از عزت و شرف و ناموس مسلمان ها در آنجا دفاع کرد. در زندان هم
در زندان هم فکر نکنید که مثل زندانی عادی اونجا در گوشه زندان نشسته بود و فقط منتظر بود که کی آزاد میشه. در زندان رهبری زندانهای فلسطینی رو به عهده داشت، از حقوق اونها دفاع میکرد، با رژیم صهیونیستی در مذاکرات مختلفی به خاطر بهبود وضعیت زندانی ها در اونجا به اصطلاح رهبر و رئیس زندانی های فلسطینی بود در اونجا. اما میبینیم که این انسان چند روز پیش در روز چهارشنبه دقیقاً در غزه به شهادت میرسه. آیا بنابر روایتی که اسرائیلیا میخواستن برای جهان درست بکنن و الله سبحانه و تعالی نخواست و این کلیپ ها و این فیلم هایی که با وجودی که نمیخواستن، با وجودی که سربازانی که این فیلم ها و کلیپ ها و عکس ها رو نشر کردن امروز مورد بازخواست قرار گرفتن که چرا شما این کارو کردید؟ چون اونا میخواستن یک روایت دیگری برای جهانیان نشان بدن، میخواستن نشان بدن که یحیی سنوار با لباس زنانه در بین زنها خودش رو پنهان کرده بود. میخواستن روایتی درست بکنن که در یکی از تونل‌ها پنهان شده بود. میخواستن روایتی درست بکنن که برای خود سفر انسانی درست کرده بود و سرای اسرائیلی رو. میخواستن بگن که در پشت صحنه جنگ به اصطلاح در یک ساختمانی در زیر زمین زندگی میکرد، مانند صهیونیست‌های عربی که همیشه میگفتن که در هتل های پنج ستاره زندگی میکند یحیی سنوار و رهبران حماس و ملت فلسطین رو به کشتن دادن. اما دیدیم که در بین مجاهدین در خط اول جنگ در 170 متری بزرگترین پایگاه نظامی اسرائیلی ها در نوار غزه، در اونجا در یک ساختمان با دو نفر از همراهانش در مقابل سربازان تا دندان مسلح صهیونیستی تا آخرین گلوله، تا آخرین مرمی خودش جهاد میکنه، زخمی میشه و در لحظه ای که دستش قطع شده، بدنش تیکه تیکه شده، گلوله هاش، مرمی هاش تمام شده، میبینیم که ویدیوش رو شاید همه شما عزیزان دیده باشید که با چوبی که در دستش هست به طرف احباد اسرائیلی که برای کشف این خانه وارد شده است میزند و تا آخرین نفس میخواهد که به دشمن، به صهیونیست ها، به اسرائیلی ها ضربه بزند. این درس شجاعت است، این درس مردانگی است، این درس ایثار است، این درس فداکاری است، این درس از خودگذشتگی است که برای همه امت اسلامی میدهد یحیی سنوار که بله، با دست خالی تا آخرین گلوله، تا آخرین رمق، تا آخرین قطره خون میشه در مقابل دشمن ایستاد. شهادت پایان زندگی یک انسان نیست، شهادت پایان زندگی یک مسلمان نیست. ما در افغانستان بیش از 2 میلیون شهید دادیم، اما نتیجه چه شد؟ در مقابل بزرگترین امپراتوری جهان، در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، ملت ما پیروز شدند. درست است که بعد از اون دسیسه ها و توطئه های دشمنان اسلام نگذاشت که ما از این جهاد و از این مقاومت و از این جنگ بزرگی که الله سبحانه و تعالی فتح و پیروزی رو نصیب مردم افغانستان کرده بود به درستی استفاده بکنیم. درست است که رهبران خائن ما، جنایتکاران، توطئه های دشمنان، منافقین نگذاشتن که ملت ما به اون اهداف والایی که داشتن برسن، اما امروز همه جهانیان مدیون ملت افغانستان هستن. اتحاد جماهیر شوروی، یک نظام بزرگ کمونیستی که همه دنیا رو میخواست اشغال بکنه و همه دنیا رو میخواست در زیر چکمه های خودشان قرار بدن، این ملت توانست با مقاومت، با جهاد، با ایثار، با فداکاری، با از خودگذشتگی آنها رو نیست و نابود بکنه. امروز اسمی از اتحاد جماهیر شوروی، اسمی از پیمان وارسو در دنیا وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی برای آن مؤمنینی، آن مسلمانانی، آن انسانهایی که ناامید میشن، یأس، ناامیدی بزرگترین دشمن انسان هست که انسان ناامید بشه، الله سبحانه و تعالی به ما دلداری میده، میگه ناامید نشوید. شهادت پایان کار یک مسلمان نیست. از هر قطره خون شهید صدها بلکه هزارها انسان دیگر راه او را ادامه خواهند داد. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. شما حساب نکنید، فکر نکنید، گمان نکنید کسانی که در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکنند اینها مردند. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه اینها زنده هستند و در نزد پروردگارشان روزی میخورند. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشحال هستند از آنچه که الله سبحانه و تعالی از فضل خودش، از کرم خودش با آنها داده است.
و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و بشارت میدن به آن کسانی که میترسن از مرگ، میترسن والله اجل انسان در هر جایی که باشد اجل انسان میآید. یحیی سنوار از سن 14-15 سالگی که جهاد با اسرائیل رو شروع کرد در سن 62 سالگی به شهادت رسید، چون اجلش در سن 62 سالگی بود. امروز علمای ما، امروز رهبران ما، امروز دعوتگران ما، امروز بزرگان امت اسلامی میترسن. از چه میترسن؟ از مرگ میترسن. در آیه که الله سبحانه و تعالی عجل هر انسان رو معین کرده است، اگر امروز یک مسلمان ترسو و بزدل در مقابل دشمن نمیستد از ترس مرگ، باور کنید یا به سرطان میمیرد، یا به مرض شکر میمیرد، یا به سکته قلبی میمیرد، یا به سکته مغزی میمیرد، یا تصادف میکند، یا شب میخوابد صبح بیدار نمیشود. وقتی که شهدا رفتن در جنت بدون حساب، بدون کتاب، نه هنوز قیامت نشده، هنوز حساب و کتاب نشده، اما شهید با اولین قطره خونش که به زمین میریزه، الله سبحانه و تعالی باغهای بهشت و آن مکان و آن مرتبه و جایگاهی که برای او در نظر گرفته شده است را برای او نشان میدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که ارواح شهدا در منقار پرنده های سبز رنگی در زیر سایه عرش رحمان است که در هر جای جنت بخواهند پرواز میکنند. بقیه انسان ها در قبر، در حالت برزخ منتظر حساب و کتاب روز محشر هستند. این تنها شهید است که الله سبحانه و تعالی با او این مقام و منزلت را نصیب میکند. وقتی که اونها این نعمت ها را میبینند، وقتی که اونها این نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برایشان عطا کرده است میبینند، آرزو میکنند که ای کاش میتوانستیم برادرانمان را، مجاهدینی که هنوز شهید نشدند، کسانی که راه ما را ادامه میدن، کسانی که در مقابل دشمنان جهاد میکنن، ای کاش میشد که با اونها هم این بشارت را بدهیم، با اونها بگوییم که ما در چه ناز و نعمتی هستیم. الله سبحانه و تعالی این آرزوی آنها را برآورده میکند. الله سبحانه و تعالی این بشارت رو به همه ما در قرآن کریم میده: یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. الله سبحانه و تعالی این بشارت رو میده که وقتی که شما در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکنید، به شهادت میرسید، الله سبحانه و تعالی این نعمت های بزرگ رو برای شما عطا میکند. اینها مردم فلسطین، من در یکی از صحبت ها گفتم که باور کنید هر سال از موقعی که من دست و چپ و راست خود رو شناختم، هر سال ملت فلسطین با جهادشان، با مقاومتشان، با شهادتشان، با ایثار و فداکاریشان ایمان امت اسلامی رو تجدید میکنن. هر سال ایمان امت اسلامی رو تجدید میکنن. قضیه فلسطین فراموش شده بود، قضیه قدس فراموش شده بود. امروز 40-50 هزار زن و کودک و انسانهای بیگناه با خون خود قضیه فلسطین رو، قضیه مظلومیت امت اسلامی رو دوباره زنده کردن. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. کسانی که گفتن که همه دنیا جمع شدن، همه دشمن ها جمع شدن در ما حول شما. امروز ببینید که آمریکا، کانادا، آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، صهیونیست‌های عرب، صهیونیست‌های افغانی، صهیونیست‌های ایرانی، صهیونیست‌های تاجیکی، صهیونیست‌های همه جهان در کنار اسرائیل قرار گرفتن. و یک ملتی با دست خالی در مقابل اینها مقاومت میکند. چرا؟ وقتی که الله سبحانه و تعالی صفت اینها رو بیان میکند، وقتی به اینها گفته شد که انسان‌ها، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم جمع شدن بر علیه شما، بترسید از آنها. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. بلکه ایمانشان بالا شد، ایمانشان بالا رفت و گفتن که الله برای ما کافی است. امروز کودکان فلسطینی از زیر آوار بلند میشن، الله اکبر میگن، الحمدلله میگن. مادر فلسطینی خبر شهادت فرزندانش را میشنود، یکی نه، دو تا نه، سه تا نه، چهار فرزندش یک جا به شهادت رسیدن، میگه الحمدلله. این ایمان است، این درس ایمان است، این درس ایثار است، این درس فداکاری است که ملت فلسطین دارن به امت اسلامی میدهند. پس شهادت برای یک مسلمان پایان کار نیست،
و عزت و شرف و مجد و عظمت هم بدون شهادت، بدون فداکاری، بدون ایثار به دست نمی آید. مردم الجزایر 1 میلیون شهید دادند تا اینکه استقلال خودشان را از فرانسوی‌ها گرفتند. مردم لیبی بیش از 1 میلیون شهید دادند، جریان عمر مختار و جهادش رو که شاید فیلمش رو همه عزیزان دیده باشند، تا توانستن استقلالشون را از ایتالیایی‌ها بگیرن. همه کشورهای کفری، حتی همین کشورهای اروپایی که در بین هم دیگه درگیر بودند، مگر مفت آزادی و استقلال خودشون رو گرفتن؟ نه خیر، عزت، شرف، سربلندی، آزادی به کسی هدیه داده نمی شود، به زور باید گرفت. سرزمینی که به زور اشغال شده است را به زور باید از دست دشمن گرفت. کسی آزادی و شرف و عزت و سربلندی رو به کسی هدیه نمی دهد. این دنیا مانند جنگل است، هر کس که زور است به کمزور ظلم می کند، هر کسی که قدرت دارد به کسی که قدرت ندارد رحم نمی کند. در این دنیا هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کند. به خاطر همین است که ملت فلسطین، مردم فلسطین، شاید بعضی ها بگن که خب مردم غزه مثلا از 1 سال به این طرف بیش از 1 میلیون آواره و در به در، بیش از 500-600 هزار مفقود، بیش از 40-50 هزار شهید و این همه خرابی، در به دری، هیچی برایشان نماند. چه نتیجه داشت؟ بله نتیجه داشت. همانطوری که گفتم اون جهاد و این مبارزه و این فداکاری مردم فلسطین سبب شد که یک بار دیگر قضیه فلسطین، قضیه قدس، قضیه مسجد الاقصی، قضیه مظلومیت مسلمان ها به سر زبان ها بیفتد، بعد از اینکه تقریبا همه جهان فراموش کرده بودند. در همین چند روز اخیر، در 1-2 ماه اخیر دیدید که بیش از 7 کشور اروپایی دولت فلسطین رو به رسمیت شناختن. حتی چند روز پیش وزیر صدر اعظم ایتالیا در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که بعد از این ما به نفع اسرائیل رأی نمیدیم در مجامع بین المللی. همه اینها نتیجه چی است؟ نتیجه فداکاری مردم مظلوم در غزه و در فلسطین است. همچنین یکی از دستاوردهای بزرگ این 1 سال جنگ در غزه چی بود؟ که ما و همه امت اسلامی و همه بشریت، حتی همین کشورهای اروپایی و آمریکایی، دروغ بودن سازمان ملل، دروغ بودن حقوق بشر، دروغ بودن حقوق کودک، دروغ بودن حقوق زن، دروغ بودن حقوق انسان و این شعارهایی که از 100 سال به این طرف انسانها رو فریب دادن با اون که حقوق بشر است، که آزادی بیان است، که آزادی فکر است، که آزادی زندگی است، که به زنها ظلم نکنید. ببینید، به خاطر بسته شدن مدارس در افغانستان که کار بدی است، یک کار زشتی است، امیدوار هستیم که هر چه زودتر مدارس زنانه و دخترانه در افغانستان باز شود برای خواهران ما. اما می‌بینیم که در فلسطین، در غزه، در مدت 1 سال بیش از 15 هزار زن و کودک به شهادت رسیدن. کجا هستن این سازمان هایی که اشک می‌ریزن به خاطر دختران افغان که چرا از صنف 6 به بالا نمیتوانند درس بخوانند؟ چرا خانه نشین شدن؟ تظاهرات ها به راه میندازن، کنفرانس ها دایر میکنن، سر و صدا راه میندازن. آیا 14-15 هزار زنی که در غزه به شهادت رسیدن، اینها انسان نیستن؟ اینها زن نیستن؟ اینها حقوق ندارن؟ پس همه این شعارهایی که اینها داده بودن، هر جا می رفتی، در هر جلسه می نشستی، در هر تلویزیونی درج زنگ زد، مذهبی به نام انسانیت درست کرده بودن. کجاست مذهب انسانیتشان؟ کجاست همینایی که همین ملحدین، همین سیکولرها، همین لیبرالهایی که گوش مردم رو کر کرده بودن که مذهب انسانیت، ما انسان هستیم، مذهب ما انسانیت است، دین ما انسانیت است؟ کجا هستن؟ چه صدایشان در نمیاد؟ به خاطر کشته شدن یک موش، به خاطر کشته شدن یک سگ، به خاطر کشته شدن یک گربه یا پشک، سر صدا را میندازن که حقوق حیوان زیر پا شده. اینها کجا هستن؟ از حقوق انسان چرا دفاع نمیکنن؟ پس همین این شعارهای اینها، همه این سر و صداهای اینها، همه این سازمانها و کنفرانسها و مجامعی که اینها داشتن به نام حقوق انسان و حقوق بشر، دروغی بیش نبود. مسلمانها بیدار شدن، غربیها بیدار شدن،
خود شما شاهد هستین که در همین دانشگاه های آمریکا، استادهای دانشگاه، دانشجوها تظاهرات نکردن و همین پلیس این کشورهای آزاد و دموکراتیک که طرفدار حقوق بشر، چرا وقتی قضیه فلسطین است، قضیه اسرائیل است، با خشونت برخورد میکنن؟ که ما دیدیم صحنه‌ای که سر و کله دانشجوها و استادای دانشگاه رو شکستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از مظلومیت ملت فلسطین دفاع میکردن. پس این دروغی است که اینها سالها برای ما درست کرده بودن، ما رو فریب داده بودن به نام حقوق بشر، به نام حقوق انسان. همین که امروز همه بشریت درک کردن که اینها شعارهای دروغینی بیش نبود، از یکی از دستاوردهای بزرگی بود که قضیه غزه از 7 اکتبر سال گذشته تا امروز برای بشریت ثابت کرد. ثانیاً میدیا، این میدیایی که آزادی بیان میگن، شما امروز یک پستی در مورد فلسطین بگذارید، فیسبوک صفحه شما را میبندد. ما یک کلیپ در مورد کودکان فلسطینی که توسط بمباران اسرائیلی ها به شهادت رسیده بودند در یوتیوب گذاشتیم، 6 ماه هست که صفحه یوتیوب ما را به اصطلاح مقید کردن. چرا؟ از برای خدا، یعنی صحنه کشته شدن یا زخمی شدن 4 تا کودک فلسطینی مغایر آزادی بیان و حقوق بشر شما هست؟ اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و توییتر همه اینا ثابت کردن که آزادی بیان یک دروغی است که غرب برای خودشون ساختن، و آزادی بیان تا وقتی است که منافع اونها رو حفظ بکنه، تا وقتی است که آن ظلم و ستمی که بر امت اسلامی یا بر انسانهایی که به قول آنها در جهان سوم زندگی می کنن رو در خطر قرار دادن. بعد از اون اینا حقوق بشری، آزادی بیانی، هیچ چیزی رو به رسمیت نمی شناسن. یکی دیگری از دستاوردهای یک سال گذشته جنگ در غزه این بود که ما صهیونیست های مسلمان داشتیم و خبر نداشتیم، ما ملاهای صهیونیست داشتیم خبر نداشتیم، ما شیوخ صهیونیست داشتیم خبر نداشتیم، ما حکام صهیونیست داشتیم در کشورهای اسلامی خبر نداشتیم، ما صهیونیست های افغانی داشتیم، صهیونیست های تاجیکی داشتیم، صهیونیست های ایرانی داشتیم، صهیونیست های پاکستانی داشتیم، صهیونیست های عربی داشتیم که در بین ما، با لباس ما، با زبان ما، حتی هم دین و هم مذهب ما بودن، اما صهیونیست بودن و ما خبر نداشتیم که چهره واقعی آنها را ما بعد از این جریان مقاومت مردم غزه در مقابل صهیونیست‌ها و بعد از شهادت یحیی سینوار. باور کنید امروز کلیپ رو دیدم، یکی از مشایخ، یکی از علما میگه الحمدلله خوب شد که یک تروریست کشته شد. این است آزادی بیان، این است به اصطلاح مسلمان های صهیونیستی که ما داشتیم و در کنار ما بودن، با ریش، با عمامه، با عبا، با قبا، با نام های مسلمانی، اما اینها رو نمیشناختیم. سبحان الله، همانطوری که آمدن آمریکایی ها در افغانستان در حدود 23 سال پیش چهره خیلی از مجاهد نماها، مسلمان نماها که ریش داشتن و عبا داشتن و قبا داشتن و خودشان را مجاهد و وارث جهاد و وارث شهدا در بین مردم جا زده بودند، چهره های واقعی اون منافقین را آمدن آمریکا در افغانستان برای ما آشکار کرد که چگونه در کنار اشغالگران قرار گرفتند، چگونه در حکومت هایشان شرکت کردند، چگونه جنایت های آنها را توجیه کردند. سبحان الله، الله سبحانه و تعالی چقدر زیبا میگه در قرآن کریم و تلک الایام نداولها بین الناس، ما این روزهای شکست و پیروزی رو در بین مسلمان ها میگرده، ولی یعلم الله الذين امنوا، که الله سبحانه و تعالی انسان های مؤمن رو مشخص بکنه از انسان های منافق. و در ادامه و یتخذ منکم شهدا، یکی از حکمت های این روزهای پیروزی و شکست این است که الله سبحانه و تعالی انتخاب میکنه از بین ما شهدا را. شهادت یک مقام است، شهادت به هر کس داده نمی شود. چقدر بسیار بودن کسانی که از رهبران ما، از قومندان های ما، از مجاهدین ما 20 سال 30 سال در جنگ بودند اما به شرف شهادت نائل نشدند، اما انسان هایی بودند که الله سبحانه و تعالی اتخذ منکم شهدا. یعنی چی؟ الله سبحانه و تعالی میبینه قلب های شما را، اعمالتان را، نیت های شما را میبینه، از بین شما انتخاب میکنه.
حدیثی است که این حدیث خیلی جالب است و یکی از علامات قیامت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بیان می‌کنند که زمانی بر شما میرسد که امت‌ها مانند شیرها و پلنگ‌هایی که شکار خودشان را تیکه و پاره می‌کنند، امت اسلامی شما مسلمان‌ها را تیکه و پاره می‌کنند. یکی از صحابه تعجب می‌کند، عزت داشتن، شرف داشتن، مجد داشتن، چطور امکان دارد که دشمن ما را تیک پاره بکنه؟ یکیشون پرسید یا رسول الله هل من قلتنا یوم اذن، یا رسول الله آیا ما در آن روز کم هستیم که دشمن ها ما را این گونه تیک و پاره میکنند؟ فرمودند بل انتم کثیرون ولکن غصاء کغصاء السیل، بلکه شما زیاد هستین، لیکن مانند چی؟ مانند خس و خاشاکی که بر روی سیل است. سیل رو دیدیم وقتی که سیل میاد بر روی برگ درخت ها، خس و خاشاک، این خس و خاشاکی که بر روی سیل است چه تأثیر دارد؟ چه قدرتی دارد؟ اون سیل است که خراب میکند، هرچی پیش روی خودش هست میبرد. این خس و خاشاک هیچ به دردی نمیخورد. امت اسلامی به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز مانند خس و خاشاکی است که بر روی سیل است و هر طرف که این سیل خواست آنها را میبرد. یکی از صحابه پرسید یا رسول الله سبب چی است؟ سبب چی است که ما مانند خس و خاشاک میشیم بر روی سیل؟ فرمودند که وحن. یکی از صحابه پرسید و من وحن یا رسول الله، این وحنش دیگه چی است؟ فرمودند حب دنیا و کراهیت الموت، محبت دنیا و ترس از مرگ. امروز ببینید که محبت دنیا با امت اسلامی چی کرده. ملای ما دینش رو میفروشه به خاطر چی؟ به خاطر دنیا، به خاطر پول. حاکم ما، سیاستمدار ما، وطنش و عزتش و ناموسش و دینش رو میفروشه به خاطر چی؟ به خاطر دلار و یورو. طلاب علم ما دین خودشان رو میفروشن در مقابل پول. ملت ما، عامه مردم، کسانی که ادعای مسلمانی میکنن، دین رو در مقابل وطن رو، ناموس رو در مقابل درهم و دینار میفروشن. و کراهیت الموت، از مرگ میترسن. والله مرگ آمده نیست. مولانا مجیب الرحمن انصاری الله مطهر رحمتش بکنه میگه یک روز یکی از ملاهای هرات آمد، اسمش رو ذکر نمیکنم، بسیار نصیحت کرد. ملا صاحب شما در وسال صحبت میکنید، شما برای ایران صحبت میکنید، شما برای روافض صحبت میکنید، شما برای آمریکا صحبت میکنید، شما برای ایمان صحبت میکنید، میکشن شما رو، شما رو میکشن. تقریبا حدود 15 سال پیش از شهادتش میگه از پیش ما برآمد. همون روز عصر در یکی از خیابان‌های هرات کاروان آمریکایی‌ها می‌گذاشتن، بمب کنار جاده‌ای منفجر شد، چندین نفر آمریکایی هم کشته شد، در بینش همین شخص هم یک چره بهش خورد و کشته شد. در همون روزی که آمده بود مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه را نصیحت بکنه. خوب به یاد دارم که در سال 1998 بود، یکی از ملاها، یکی از عالمان بزرگ آمد، آقای انصاری شما این حرفا رو میزنید، شما این کارا رو میکنید. من در وقت کست بود و کتاب بود، هنوز تلویزیون و رادیو چیزا هم نبود. شما این کارا رو میکنید، شما رو میکشن، شما رو زندان میکنن، شما رو سربنیست میکنن. از اون قضیه تقریبا حدود 25-26 سال گذشت و الحمدلله هنوز هستیم. و روزی که عجل انسان بیاید، باور بکنید که یا به تصادف، یا به مرض، یا شب خوابید صبح بیدار نشد، یا یک چیزی سبب می شود انسان، چون که فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عجلتان که آمد یک لحظه پس و پیش نمی شود. مرگ به سراغتان آمد اگر در برج هایی که در حفاظت باشه، در اونجا هم باشید، در اون بالا هم باشید، مرگ به سراغتان می آید. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، به ما نمیرسد مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی در نصیب ما کرده باشد. و یکی دیگر از وقایع تلخی که در هفته گذشته ما شاهدش بودیم، شهادت بیش از 260 نفر، یک گروه حدود 300 نفر از مهاجرین بودند که حالا طبق بعضی از روایت ها میخواستن به شکل غیر قانونی به اصطلاح از مرز بگذرن، که میگن 60 یا 70 نفر اینها زنده برگشتن و بقیه همه به شهادت رسیدن. کلیپ ها و بعضی از تصاویری از این صحنه های دلخراش رو شاید همه عزیزان در سوشال میدیا دیده باشن. امیر ببخشید استاد، کسی گفت که اینمی واقعیت نداره و این کلیپ ها و اینا هم از جای دیگه است و نمیفهم که چقدر واقعیت داره.
واقعیت داره. امروز متاسفانه تعدادی از خودشیفته های حکومت ایران، از فریب خورده های حکومت جنایتکار آخوندی نمیخواهند قبول بکنن این جنایت رو. بالفرض بالفرض محال این دروغ باشه، آیا در طول این 40 سال جنگ و دربدری در افغانستان هیچ مهاجر افغانی در ایران کشته نشده؟ بر مهاجرین افغانی ظلم و ستم نشده؟ مردم ما در سر مرزها توسط سربازان ایرانی کشته نشدن؟ کارگران افغانی در سر کار در زیر کارهای شاخه در ایران کشته نشدن؟ اعدام میشن. یعنی همه ظلم ستمی که ظلم و ستمی که در طول این 30-40 سال در ایران بر علیه مهاجرین افغانی اعمال شده، این مثل روز روشن است. البته ما همه ملت ایران رو نمیگیم، هستن در بین ملت شریف ایران انسان‌هایی هستن که انسان‌های شریفی هستن، انسان‌های با دیانتی هستن، اهل سنت ایران رفتار خوبی داشتن با مهاجرین الا در بعضی از مناطق، یعنی عموم ملت ایران رو نمیگیم. اما قضیه جالب این است خواهر گرامی که حدود تقریبا 3 هفته قبل یا 4 هفته قبل یکی از نماینده های مجلس شورای ایران، یک خانومی، شاید کلیپش رو دیده باشید، در مجلس از با سخنهای بسیار زشت و با الفاظ بسیار بد از مهاجرین افغانی یاد کرد که حکومت باید جلوی اینها رو بگیره، اینها مانند بمب‌های ساحتی هستن، اینها تروریست هستن، اینها جنایتکار هستن، اینها فلان هستن، و به شکل علنی مردم رو بر علیه مهاجرین افغانی در ایران شوراند. دقیقا روزی که این خانم در مجلس شورای به اصطلاح اسلامیشان این حرفا رو میزد، آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران در کنفرانس وحدت اسلامی، میدونید که از 40-45 سال به این طرف، از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول، یعنی 12 ربیع الاول روایت اهل سنت است، تولد رسول الله صلی الله علیه وسلم 17 ربیع الاول روایت شیعه است. خمینی آمد از 12 تا 17 ربیع الاول رو به نام هفته وحدت بین امت اسلامی اسم گذاری کرد. در این هفته از سراسر دنیا شخصیت ها، علما، سیاسیون، مفکرین رو دعوت می کنند در کنفرانس وحدت. در این کنفرانس چی میگن؟ امت اسلامی یکی از شیعه و سنی نداره، ما همه برادر هستیم، ما همه باید با هم باشیم، ما باید متحد باشیم، ما باید این باشیم، ما باید اون باشیم. آقای پزشکیان در همین کنفرانس شرکت میکنه و در اونجا چی میگه؟ این سخنانش، ای کاش کلیپش رو میداشتید پخش میکردید برای بینندگان. میگه که من چند روز پیش در عراق به دوستان گفتم چرا ما امت اسلامی باید بینمون مرز باشه؟ چرا نباید من مسلمان از بغداد سوار قطار بشوم برم به مکه، مدینه، ایران، تهران، بعد استانبول، همه دنیا رو بگردم؟ چرا باید در بین ما مرزها باشه؟ چرا ما در بین کشورهای همدیگر دیوار میکشیم؟ این دیوار رو کی میکشه؟ ایران داره در بین افغانستان و ایران داره دیوار میکشه و گاهی هم همدیگر رو میکشیم. خیلی شعارهای خوب میدن، همه مردم هم اونجا کف میزنن، الله اکبر میگن، 4 تا ملای خودفروش شورای اخوت، منافقین سنیای اثناعشری هم در افغانستان بهبه و چهچه میکنن. بله، حکومت جمهوری اسلامی ایران، هفته وحدت، حضرت آیت الله خمینی، حضرت آیت الله خامنه ای. اما اعمالشان، رفتارشان، کردارشان دقیقا برخلاف شعارهایشان است. بله، اسلام مرز ندارد، این شعار خمینی بود، اسلام مرز ندارد، مرزها رو بردارید، اسلام مرز ندارد، مرزها رو بردارید که سپاه پاسداران برود در عراق بیش از 1 میلیون سنی رو بکشد، هر جنایتی که از دلشان خواست بکند. اسلام مرز ندارد، فاطمیون و زینبیون، شیعه افغانی و پاکستانی و ایرانی و همه رو جمع کنید بفرستید سوریه که بیش از 3 میلیون مسلمان سنی، زن و کودک مردم رو در اونجا بکشد. اسلام مرز ندارد که حزب الله از جنوب لبنان بلند می شود، نگهبانان دولت صهیونیستی و اسرائیل از جنوب لبنان بلند می شود، می رود در سوریه از سال 2011 به بعد تا امروز صدها هزار زن و کودک اهل سنت رو به بدترین وضع
کشتن، شکنجه کردن، تجاوز جنسی کردن، خانهایشان را آتیش زدن، حتی به مردهایشان هم رحم نکردن. همین از ولایی که امروز متاسفانه بعضی از سنی های فریب خورده ما از اونا تعریف و تمجید میکنن. اسلام مرز ندارد برای اونها به خاطر نشر رافضه‌گری، به خاطر اینکه سیطره کامل داشته باشن بر جهان اسلام. شاید هم بعضی امروز بگن و برادر آقا انصاری شما داری یه حرفا میزنی، اما امروز این ایران است که در مقابل اسرائیل ایستاده است، این ایران است که حماس را کمک میکند. بله، من بارها نشان دادم در ای کاش میشد که الان هم خدمتتون نشان بدم، آتلا خبازی یکی از رهبران ایران در یک مصاحبه در یک روزنامه ای است، در اونجا میگه که میگه ما اگر به فلسطین کمک میکنیم به خاطر این است که ملت فلسطین باید در راه اهل بیت بیایند، یعنی شیعه شوند. اگر شیعه نشوند، اگر پیرو به اهل بیت نشوند، فرق بین ملت فلسطین و بین اسرائیلی ها وجود ندارد. به قول خالد مشعل، یکی از رهبران حرکت مقاومت اسلامی حماس، رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج، میگه که ایربل ایران به ما کمک میکنه، اما در مقابل این کمکش امت اسلامی رو فریب میده، مسلمان ها رو فریب میده، تعاطف و همدردی اونها رو امروز خیلی از مسلمان ها فریب خوردن. چی میگن؟ بله ایران است که داره کمک میکنه. 250 راکت بالستیک میزنه ایران اسرائیل رو، در مقابل خواهر گرامی یک فلسطینی کارگر بیچاره شهید میشه در اونجا. فلسطینی که خانواده‌اش در غزه است، گیر افتاده است در اسرائیل، در سرزمین‌های اشغالی، نمیتواند به غزه برود و خانواده‌اش نمیتواند پیش او بیاین، با راکت های جمهوری اسلامی با 250 راکت یک فلسطینی به شهادت میرسد و یک سرباز مرزی ایران با یک سلاح شاید هم کلشنکوف باشه یا جسه یا سلاح سبکی که در دست دارن میزنه، بیش از 200 نفر از مهاجرین افغانی رو به شهادت میرسانه. اینجا ببینید و این دفعه آخر هم استاد اینا وقتی که موشکاشون میره قبل از اینکه اینا فایر کنن یا حمله کنن به امریکا اول میتن که ما این کار رو میکنیم که از اونا در هوا از بین برده شود. بله طبیعتا این ببینید، من در یک جایی صحبت میکردم که کسی خیلی اصلا نوش و حواسش از دست داده بود، میگو ببین ایران زد. بله شاید گاهی اوقات به خاطر تقسیم غنایم، گاهی اوقات به خاطر مصلحت، گاهی اوقات هم شاید واقعی باشه این درگیری ها، شاید واقعی باشه، اما ما مسلمان ها نباید به این اندازه احمق باشیم که فکر بکنیم که اسرائیل و آمریکا میخواهند ایران را از بین ببرن یا ایران میخواهد اسرائیل و آمریکا را از بین ببرد. تقریبا در سال 2010 بود که میگفتن در تابستان امسال حتما آمریکا ایران را، در زمان اوباما بود یا قبل از اوباما بود، حتما آمریکا میخواهد ایران را بزند. یک مجلسی که انسان های مفکر علما نشسته بودند، واقعا شما فکر میکنید که ایران رو میخواد آمریکا از بین ببره؟ بله و همه آمادگی گرفتن. شما منطقه رو بدون ایران تصور بکنید. آیا کسی سلاح آمریکا رو میخره؟ کشورهای عربی سلاح آمریکا رو میخره؟ آیا دیگر جنگی مشکلی در عراق، در یمن، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، در آفریقا، در فلسطین، در لبنان وجود خواهد داشت؟ منطقه رو بدون ایران تصور بکنید. کارخانه های سلاح سازی اروپا و آمریکا بسته باید بشه. آیا آمریکا و اروپا این رو میخواهد؟ امروز از این حکومت به عنوان یک سگ آر استفاده میکنن به خاطر ترساندن 4 تا عرب مزدور که صبح تا شام سلاح های پیشرفته خودشان رو به اونها بفروشن. آی ایران آمد، آی ایران میزنه، آی جنگ میشه با ایران، آی ایرانی نست یا ایران نست. و برعکسش، آیا در زمان جنگ عراق و جنگ ایران که 8 سال دوام کرد 2-3 میلیون جوان عراقی و ایرانی کشته شدند؟ بزنید یک سرچ بکنید که قضیه واترگیت در آمریکا، اسرائیل به ایران سلاح میداد در اون موقع، اسرائیل به ایران سلاح میداد از طریق آمریکا و آمریکا از این قضیه خبر داشت. سبحان الله هنوزم متاسفانه بعضی از
ما مسلمان ها در خوابیم یا به اندازه احمق هستیم که این بازی هایی که امروز در دوربر ما اتفاق میفته رو به عنوان یک واقعیت قبول میکنیم. در صورت نکته جالب این است که در چهارشنبه گذشته تقریبا این تعداد از هموطنان ما به شهادت رسیدن. همه دنیا، سازمان ملل، خبرگزاری های رسمی، همه دنیا این اخبار رو نشر کردن، اما از سنگ صدا برآمد، از امارت اسلامی افغانستان صدا بر نیامد. از برای خدا یک نفر افغانی دماغش خون بشه، خار به پایش بخله، شما سفیر ایران رو طلب بکنید وزارت خارجه توضیح بخواین ازش. اقتدار یعنی چی؟ اقتدار ملی یعنی چی؟ استقلال یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ حقوق انسان یعنی چی؟ امیرالمومنین یعنی چی؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میگه که اگر یک مرکبی پایش در پلی که در اهواز است در اون زمان در شوشتر گیر بکند و بشکند، عمر در پیش خداوند مسئول است. امروز خون ده ها هموطن ما در پاکستان، در ایران، در مرزهای ترکیه، در جاهای مختلف ریخته میشه، اما صدایی از حکومت ما بر نمی آید. درست است مشکلات دارن، مشکلات سیاسی دارن، مشکلات اقتصادی دارن، اما یک بیانیه دادن، یک تقبیح کردن، اون سفیر بی سر و پای ایران رو به وزارت خارجه طلب کردن، خوار و ذلیلش کردن، این که دیگه چیزی که نیاز ندارد. اما متاسفانه نه در زمان حکومت جمهوری که قبلا ادعا می کردن که اینها به اصطلاح مذهبی متفکر هستن و اونها اقتدار دارن و اردو دارن و فلان دارن، آیا در تاریخ این حکومت ها اتفاق افتاده که یک روز به خاطر یک هموطن ما که در یک کشور عربی، در همین امارات، در همین سعودی، در کویت، در خیلی از کشورهایی که افغانهای مهاجر هستن، افغانها ظلم میشه، در گوشهای زندانها میمیرن، توهین میشن، اهانت میشن، یک روز سفیر یا کنسول افغانستان رفته از اینا پرسیده؟ آیا سری به زندانها زده؟ آیا از حقوق اینا دفاع کرده؟ حکومت یعنی چی؟ رهبر یعنی چی؟ فقط به خاطر این که بیایید برای مردم پوز بدید و وزیر است و رئیس است و امیر است و رئیس جمهور است و امیر المومنین است؟ امیر المومنان، رئیس جمهور، پادشاه، وزیر، حکومت خادم ملت است. کوچکترین فرد یک ملت حق دارد که رئیس جمهور، حکومت از حق و حقوق او دفاع کند. این وظیفه شرعی یک حاکم است. وقتی که یکی از صحابه آمد از پیامبر صلی الله علیه و سلم امارت خواست، وظیفه خواست، یعنی که یک جای امیر تعیین شود، چه فرمودن بهش؟ فرمودن که تو یک انسان ضعیف هستی و این امانت است، و اگر این امانت رو، حقش رو ادا نکنی، در روز قیامت حسرت می شود برای تو، یعنی مورد پاسخ الله سبحانه و تعالی قرار می گیری. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی مردم مظلوم فلسطین رو از شر تروریست های صهیونیستی آزاد بکنه و سرزمین های مقدس اسلامی رو از لوس این جنایتکارها پاک بکنه، و همچنین الله سبحانه و تعالی ملت مظلوم و ستمدیده افغانستان رو که امروز هیچ کس نیست که از حقوق آنها و از مظلومیت اونها دفاع بکنه رو، الله سبحانه و تعالی رهبران عاقل، رهبرانی که حق و حقوق شرعی رعیت رو بفهمن رو نصیبشان بکنه، و الله سبحانه و تعالی دشمنان اسلام و مسلمین رو در سراسر جهان نابود بکنه. در خدمت شما هستم. فرگیرم تشکر. خداوند شما رو خیر بده استاد. واقعا بسیار از صحبتتان مستفید شدیم و صحبتایی را که شما کردین، یعنی یک قسمت زیاد از این ما در این وقتا در همین مساجد خود الحمدلله میشنویم. چیزی که امروز واقعا بر ما امیدوار کننده است ایست که با وجود از این که مسلمان ها اقدر زیادی که باید بیدار شدن شون نشدن، حتی همین مربوط موضوعات را که ما و شما بحث میکنیم، یعنی موضوعات است که باید بسیار بیننده های زیاد داشته باشیم و بسیاری کسا ببینن
واقعا یک معلومات درست داشته باشن از تاریخ اسلام، از چه قسم امی مسلمان ها چی زندگی داشتن، به چی شکل بودن. متاسفانه ولی بیداری را که ما در غیر مسلمان میبینین، یعنی استاد باور کنین امروز در امریکا شما در هر بازار و هر جایی که میبینین، اگر جوان ها زیادتر چی مسلمان ها و چی هم یعنی یک تعداد مسلمان ها و غیر مسلمان ها، در شانه های هر کدامشان ببینین این شال هایی که از فلسطین است. یک زمان نام از فلسطین کسی یاد کردن هم میتونست، ولی شال فلسطین به سر شانهشان است. در می روزا یک فروشگاه میرفتیم، یک دختر جوانی که در اونجا کار میکرد دیدیم در می یخنش یک پن یا یک امو چی میگن یک فیتگکی که از فلسطین بهش نوشته بود در پیشوی سینهش بود. و اینا چیزایی را که ما امروز میبینیم اقدر یعنی آدم تعجب میکنه که خداوند وقتی که خواسته باشه خیر الماکرین است و این ضرورت به ما مسلمان ها پروردگار نداره که ما باید کلگی کار سر ما شوه. وقتی که خواسته باشه دین خدام حفظ میکنه و امروز فلسطین از مظلومیت فلسطین اگر مسلمان ها دفاع نمیکنن، اگر شیوخ عرب نمیکنن، اگر دولت های اسلامی نمیکنن، الحمدلله امروز میبینیم غیر مسلمان ها را خداوند بیدار کرده و اونا را یعنی متوجه ساخته که چون خطر متوجه خود امریکا است. امروز امریکا مردم اصیل امریکا میفهمند که امروز اینا هم امو آزادی های خود همه چیز خود از دست دادن. اقدر یعنی بحثا و صحبت هایی که در بعضی از شبکه ها میشه اینا خود امریکایی ها رو بسیار بیدار ساختن و اینا بدبینی در مقابل از فلسطین اسرائیل پیدا کردن. ولی خداوند لطف کنه که انشاءالله ما مردم ما بیدار شد و ما در چی غم هستیم. استاد شما باور کنید که برای ما در میدیای ما چی صحبت میشه. در میدیای ما دیروز یا در می هفته شما باور کنید یک مصاحبه را دیدم آوردن یک نفر به نام بابا جان. این بابا جان من ایفون شما میشناسید، یعنی سابق مشنیدم که یک کمونیست است، ولی امروز در این زمانی که در افغانستان مثلا مردم چی نفرت در مقابل کمونیستا دارن و همین کمونیست های بدبخت بودن که امروز همه ما آواره و حتی خوار و بیادر یکی دیگه خواه نمیبینیم، خیش اخوام خودت بیخی از دست دادیم. باور کنید که ما حتی بچه کاکای خود را نمیشناسیم، مریضی های هم دیگر خود را. یک حالتی سر ما آمده که یعنی امروز میگیم خداوند زنده و مرده از اینا را نبخشه و پروردگار عالم در عذاب ها گرفتارشان کنه، ولی امروز در سوشل میدیای افغانی من امرای بابا جان صحبت میکنم و بابا جان برای مردم میگه نه دولت تروریستی ها از بین میره و نتاقم که یکی از امی توفالای تلوس او هم امرایش میگه که خب حالا ما چی وقت از دست از این تروریست ها خلاص میشیم. و ای بابا جان قصه های دوران کمونیست ها را میکنه. ما وقتی که میبینیم که ملت ما مردم ما در چی حالت قرار داره و اینا سر چی صحبت میکنن. دو هفته قبل اینجا در یک تلویزیون کمونیست ها سالگری شهادت شهید نجیب گرفته بودن، دکتر نجیب گرفته بودن. اینا آدم اقا مایوس میسازه و باز ما که در همین جمع سازمان های اسلامی که اینجا برنامه دارن تقریبا در همین هفته در مثلا کیر 1600 نفر آمده بود، شما 20 نفر افغان ها نمیافتین که در همون جا آمده باشه و از فلسطین و از اوضاع مثلا جهان از اینا آگاهی پیدا کنن و از فعالیت های مسلمان ها آگاهی پیدا کنن. اینا درد ما هستن استاد گرامی که بسیار آدم آزار میده که ما هرچی تلاش میکنیم ولی این مردم ما متاسفانه میبینیم درم یک طرف روان هستن. ببینید الله سبحانه و تعالی از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی حالت هیچ قومی رو تغییر نمیداد تا اینکه آنها خودشان رو تغییر بدن. همونطوری که در صحبت ها ذکر کردم که الله سبحانه و تعالی برای ما یک رهبر از آسمان نمیفرسته. الله سبحانه و تعالی برای ما یک رئیس جمهور خوب، یک پادشاه خوب از آسمان نمیفرسته. ما باید تربیت بکنیم، ما باید رهبر بسازیم، ما باید رئیس جمهور، ما باید پادشاه، ما باید خلیفه برای مسلمان ها بسازیم. به همین شکل حالت یک امت وقتی تغییر می کند که این امت خودشان را تغییر بدن. امروز بدبختی ما مسلمان ها، ظلم ما مسلمان ها، جنایت ما مسلمان ها به حدی رسیده که امروز جنرال بابا جان کمونیست، جنرال نبی عظیمی کمونیست و فرید مزدک و دیگرهایی که
شخصیت های مشهور و نامدار جنایتکار کمونیست بودند، اینها به این اندازه پررو شدند، بی حیایی به این حدی رسیده که اینها میان امروز در مورد دموکراسی صحبت میکنن، در مورد حقوق انسان صحبت میکنن، در مورد آینده افغانستان صحبت میکنن. و یک جنایتکاری که صدها هزار افغان را زنده به گور کرده، دکتر نجیب رئیس به اصطلاح خاک بود در افغانستان قبل از اینکه رئیس جمهور بشه، و جنایت هایی را که این انسان انجام داده، امروز شاید به صدها هزار هموطن ما زنده و مردش گم است. از قوم و خویش ما، کسانی که در زمان ای انسان خبیث زنده به گور شدن، نصف شب آمدن از خانه گرفتن، تا امروز همسرش، فرزندانش منتظر هستن، میگن که شاید یک روزی برگردد. این انسان میشه شهید، این انسان میشه یک انسان وطن دوست، این انسان میشه یک انسان به اصطلاح شریف، و هر سال برای او سالگرد میگیرن. چرا؟ چون ما مسلمان ها چی کار کردیم؟ به نام حزب و جمعیت به جان هم افتادیم، به نام تنظیم به جان هم افتادیم، به نام ازبک و تاجیک و پشتون به جان هم افتادیم، به نام حنفی و سلفی و فلان به جان هم افتادیم. امروز باور به خدا بکنید، خواهر گرامی، گرچه ما در اون زمان کودک بودیم، نبودیم در اون زمان، اما خواندیم از بزرگان ما. امروز ما در یک مجلس می نشینیم در مقابل یک کمونیست، در مقابل یک جنایتکار، در مقابل یک وطن فروشی که افغانستان رو به روس‌ها فروخته و به کمونیست‌ها فروخته، زبان نداریم که حرف بزنیم. از چی بگیم؟ جنگ های تنظیما رو به رخ ما می کشن، ازبک کشی و هزاره کشی و پشتون کشی و تاجیک کشی رو به رخ ما می کشن، رهبران ما رو به رخ ما می کشن، جنایت هایی که تنظیما انجام دادن به رخ ما می کشن. میگه بابا اگر ما به روسا فروختیم، رهبرای شما رفتن به آمریکا فروختن، مسلمان های شما رفتن، اخوانی های شما رفتن به آمریکا فروختن، با چه زبانی دفاع بکنیم؟ و این واقعیت است. دیروز یکی از برادران میگفت که چطور میشه که ما مثلا بیاییم در مقابل یک حکومت جهاد بکنیم، در مقابل یک حکومت رو سرنگون بکنیم، یا چطور میتوانیم که یک حکومت اسلامی بسازیم، یک نظام اسلامی بسازیم؟ طبعا الله سبحانه و تعالی برای شما از آسمان که نمیفرستد این چیزا رو، شما باید خودتان بسازید. ملت باید، رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه جهاد نکردن، حکومت تشکیل ندادن، حتی شمشیر در مقابل کفاری که این همه ظلم و جنایت کردن نکشیدن. سمیه شهید شد، یاسر شهید شد، صحابه شکنجه می شدن، سنگ بزرگی رو بر سینه بلال می گذاشتن، در ریگ های سوزان مکه او رو شلاق می زدن. پیامبر از کنار سمیه و یاسر می گذشت، فرمودن که صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة، صبر کنید ای آل یاسر که موعد شما کجاست؟ جنت است. چرا جهاد نکردن؟ چرا در مکه حکومت تشکیل ندادن؟ چون که زمان، دوران مکه دوران تربیت بود. در مکه ابوبکر تربیت شد، در مکه عمر تربیت شد، در مکه سعد و سعید تربیت شد، در مکه علی تربیت شد، در مکه صحابه در این کوره ای که باید ساخته بشن ساخته شدن. بعد از اون که به مدینه آمدن، انسان هایی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت کرده بودند که می توانستن قیادت امت اسلامی رو به دست بگیرن. میبینیم که بعد از 23 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از این صحابه، یکی از این کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت کرده بودن، خالد بن ولید، در آخر هم مسلمان شده بود، بعد از فتح مکه مسلمان شده بود. خالد بن ولید فلسطین رو فتح میکنه، اردن رو فتح میکنه، سوریه رو فتح میکنه، جزی از ایران رو فتح میکنه، نصفی از سرزمین های اسلامی رو در ظرف 30 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم دو سر فر از صحابه فتح میکنه. انوز 50 سال از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم نگذشته، نصف دنیا رو مسلمان ها گرفتن. یک سر لشکر اسلام به پاریس رسیده بود، یک سر لشکر اسلام به چین رسیده بود، افغانستان و هند و پاکستان و آفریقا و همه سرزمین ها فتح شده بود.
سرزمین هایی رو که صحابه فتح کرده بودن در ظرف 50 سال، 1350 سال است که امت اسلامی نه تنها بزرگش نکردند، نه تنها که این فتوحات رو وسعت ندادن، بلکه از دست دادن. نصفی از چین رو مسلمان ها گرفته بودن، ما از دست دادیم. این رو در زمان صحابه و تابعین فتح شده بود، ما از دست دادیم. ما فتوحات صحابه رو نتوانستیم حفظ بکنیم. چرا؟ چون نسلی بودن که قرآن کریم توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت شده بودن. به قول یکی از علما و فکرین، نسل ویژه و خاص تعلیم یافته مکتب قرآن بودن. روزی که سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه از دنیا میره و سیدنا عمر خلیفه میشه، اولین فرمانی که صادر میکنه چی هست میدانید؟ برکناری خالد بن ولید از فرماندهی کل مسلمان ها. خالد بن ولید کی هست در اون زمان میدانید؟ فرماندهی کل لشکر اسلامی رو در منطقه شام تا ایران به عهده داره. یعنی چی؟ یعنی میتونه بگید وزیر دفاع، میتونه بگید لویدرستیز. صحابه گفتن در این وقت حساس، در این وقت جنگ، همه دنیا بر علیه ما هست، تو خالد بن ولید رو میخوایی برطرف بکنی؟ گفت بله. وقتی که مردم فکر نکنن که این فتح و پیروزی به خاطر خالد است. و خالد چی کار کرد؟ خالد گفت نه، من این همش ایثار، هی همه فداکاری، بدنم تیکه تیکه شده، من سالها در اینجا جهاد کردیم، آن مفت به خاطر امر عمر ما برکنار بشم؟ نه. گفت سمعا و طاعتا لامیر المؤمنین. خالد بن ولید برطرف میشه، ابو عبید بن جراح جاش جای او منصوب میشه. کسی که دیروز به مرتبه وزیر دفاع خلافت اسلامی بود، روز بعدش میشه یک سرباز عادی. اما ما همچین چیزایی داشتیم در کشور ما؟ آیا رهبری داشتیم که به دنبال قدرت نباشه، به دنبال چوکی نباشه، به دنبال اعلای کلمت الله باشه؟ رهبران ما در پاکستان، ما شاهد بودیم، شاهد زنده بودیم که در قصرها زندگی میکردن، قدم و حشم و حتی برای گاو و گوسالهشان ایرکندیشن داشتن که مردم برق نداشتن در کمپ های مهاجرین. رهبر حماس میبینید در خط اول جنگ به شهادت میرسه، آخرین رمقش در مقابل اشغالگرا میسته، اما رهبران ما در حصهایشان در پاکستان. امروز در کجا هستن؟ امروز ببینید که در استانبول هستن، در دبی هستن، در اروپا و آمریکا هستن، در فکر عیش و عشرت خودشان هستن. پس چطور حالت ملت ما تغییر بکنه؟ چطور من امروز بیام در مقابل یک کمونیست، در مقابل یک جنایتکار ملحدی که دیروز افغانستان رو به روس‌ها فروخته بود، چطور من از کی دفاع بکنیم؟ به روح ما میکشن. شما یک جنایتکار رو میارید میگید قهرمان ملی، یک جنایتکار دیگر رو میارید میگید که نمیدونم فلان. خب ما هم به نجیب رو میگیم که قهرمان، نجیب رو میگیم شهید. جنایت رهبران شما میگه از جنایت دکتر نجیب که کمتر نیست، بیشتر است. متاسفانه اینطوری زبانه، چون که ما درست از جهاد کردیم، مقاومت کردیم، فداکاری کردیم، اما تربیت نکردیم، بر عقیده مردم کار نکردیم، ایمان و توحید رو در دل مردم نهادینه نکردیم. من یک روز در جمع بزرگان تنظیم ها در یک جایی گفتم ای کاش همان مصارفی رو که تنظیم های ما در پاکستان در جنگ های روزنامه‌ای و تبلیغات بر علیه دیگر استفاده کرده بودن، همان مصارف رو در راه بیداری و توحید و عقیده صحیح برای مهاجرین افغانی می کردن در پاکستان، امروز دنیا گور و گورستان بود. امروز به خاطر قوم، به خاطر زبان، به خاطر تنظیم هم دیگر رو نمی کشتیم. متاسفانه این مشکلی است که داریم و حقیقت است. واقعیت است استاد، خداوند اونا رو هم اصلاح کنه و پروردگار به امرشون معامله میکنه، ولی فراموش نمیکنه که ما با میلیون ها شهید دادیم و کسایی که اونا همین نهضت اسلامی آغازش و از کسایی که ما میشناختیم که همه ایشان شهید شدن، خداوند روحشان شاد داشته باشه. و این کمونیست ها را که اینا بنیانگذار تمام تخریبات و خرابی
در وطن ما شدن و تا به امروز ما هر چی که میبینیم به خاطر اینمی فرزندای ناخلف و ملحد و فریب خورده و مزدور و وطن فروش بود که تا به حال ما به این حالت هستیم. یکی دیگر ها چی کارهای کردن و دشمن چقدر مکر و فریب کرد تا به امروز است. ما قسمت آخری که انشالله ما یک ده دقیقه مانده پروگرام ما این رو میخواستیم بگیم که اصلا ما تا به امروز دشمن خود نشناختیم، دشمنی که قرآن او را بر ما معرفی کرده و بر ما معلوم گفته که دشمنتان کی است. امروز مسلمان ها در قسمت اینمی شناخت دشمن اصلا مشکل داریم و یا یکی بیخبری از قرآن است یا یک بیعتمادی به پروردگار است، نعوذ بالله. هر چیزی که هست دشمن را نشناختیم و به همون خاطر دشمن امروز پیروز شده بر ما و هر چی که دلش میخواد بکنه میکنه و ما در دیتو یک شرایط قرار داده که امروز ما مثلا در امریکا ما در مقابل انتخابات است که در امریکا انتخابات میشه و ما در مقابل دو نفر قرار گرفتیم که هر دوی از اونا طرفدار اینمی جنگ و صهیونیست ها و خونریزی مسلمان ها و فرستادن کمک بر از اونا، هر دویش به اینمی حالت است و مسلمان ها ایران ماندن که ما چی میکنیم، چی کنیم، به کدام طرف یعنی به کدام گروه ما رای بدیم. برای اینکه مسلمان ها هیچ کار نکردن در همین جایی که هستن، اینا بسیار کشد میگم من برای هیچ کس رای نمیتم، نه برای ازوش رای میتم نه برای ازوش، و اونا فکر میکنن که اصلا مسلمان ها خیلی صدا ندارن، اصلا مسلمان ها هیچ اینجا که هستن هم پروایی چیز ندارن. کلش مو که شما گفتین واقعا تا ما خود ما خود تغییر نتیم، تا زمانی که ما بیدار نشیم یا آگاهی نداشته باشیم، ابی شناسایی دشمن برای ما دشمن رو نشناختیم به حیث مسلمان و کسی که به قرآن و به پروردگار خود و به این دین عقیده داریم. اینه میره میخواستم یک کمک در آخر صحبت شو انشالله، اگر باز شما را قضیات آزار نمیتیم. ماشالله دو ساعت شد که امرای شما صحبت کردیم. سلامت بشید. یک سخن جالبی از مولانا مودودی در یک از کتاباش خوانده بودم، شاید صنف 7-8 مکتب بودم در اون موقع. سخن بسیار جالب میگه، میگه که بعضی از ما مسلمان ها میگه سوار یک قطاری هستیم که این قطار به طرف غرب روان است. اون مسلمان ساده چی میکنه؟ صندلی خودش رو به طرف شرق، یعنی روی خودش رو به طرف شرق چرخ داده یا دور داده، فکر میکنه که خلاص دنیا گل و گلستان است. قطار به طرف غرب میره، تو که صندلی خودت روی خودت به طرف شرق کردی تأثیری نداره. در ادامه میگه که ما امت صاحب رسالت هستیم، ما امتی هستیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که برای مردم برگزیده شده است. ما امت صاحب رسالت هستیم، پیامبر خاتم الانبیا برای ما فرستاده شده، قرآن معجزه جاودانی الهی برای ما فرستاده شده. اگر تو میخوایی که حق این رسالت رو ادا بکنی، باید رانندگی و قیادت این قطار رو به دست بگیری، نه اینکه صندلی خودت رو تغییر بدی. امروز راز سربلندی ما، راز مجد ما، عظمت ما برگشت به قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یک حرف بسیار جالب میزنن، میگن ما قومی هستیم که الله سبحانه و تعالی به وسیله اسلام به ما عزت داد، هر وقت که عزت رو در غیر اسلام جستجو کردیم الله سبحانه و تعالی ما رو ذلیل میکنه. و سبحان الله این سنت الهی رو ما امروز داریم میبینیم. یک زمان عرب ها در زمان اموی ها در زمان در اوائل در قسمت هایی از خلافت عباسی قیادت دنیا رو به عهده داشتن، زمانی که مشغول فساد شدن، مشغول ظلم شدن، مشغول ستم شدن، از راه قرآن و سنت دور شدن، الله سبحانه و تعالی امتهای دیگری رو آورد، انسانهای دیگری غیر از عرب رو آورد که دین رو اونها نگه داشتن، اسلام رو اونها دوباره زنده کردن. یک زمان ازبک ها بودن،
سلجوقیان، غزنویان، سلسله‌های زیادی بودند. یک زمانی کردها آمدن، صلاح الدین ایوبی. یک زمان بربرها آمدن، ممالک. یک زمان ترک ها آمدن، عثمانی ها. صدها سال حکومت کردند، پرچم اسلام رو بلند کردند. این اسلام دین مخصوص فلان و علان نیست. ار امتی که، ار ملتی که به قرآن و سنت تمسک بجوید، الله سبحانه و تعالی با اینها عزت میده. یک سوال میپرسم از شما خواهر گرامی، امروز با عزتترین مسلمان در پیش کافر مسلمان مردم غزه هستن یا نیستن؟ بله. باور کنید امروز من کلیپ هایی رو از یوتیوبرها، از فعالان رسانه‌ای آمریکایی و اروپایی، کفار، از نصارا، کلیپ هایی رو در تعریف و تمجید یحیی سنوار و مردم فلسطین دیدم. این نیست که همه اونها حق رو نگن، عادل نباشن. هستن، در بینشان تعداد زیادی هستن که حق رو میبینن، واقعیت ها رو میگوین. این عزت و این سربلندی و این مجد و این عظمت رو به ملت فلسطین چی داده؟ جهادشان، ایثارشان، فداکاریشان. هر گرامش که میدونید در منطقه یک زندان بزرگی است، در غزه یک زندان بزرگی است. از چهار طرف اسرائیل محاصره کرده، یک طرفش بحر است، سه طرفش اسرائیل است. هیچ انسانی از نوار غزه بدون اجازه اسرائیل نمیتواند خارج شود و هیچ انسانی نمیتواند داخل شود. و 2 میلیارد مسلمان خوار و ذلیل و بیغیرت یک لیوان آب را هم بدون اجازه اسرائیل نمیتوانند وارد غزه بکنند. در این زندان بزرگ شما باورتان میشه که بیش از 1 میلیون حافظ قرآن وجود دارد؟ در این زندان بزرگ 10 دانشگاه وجود دارد. همین رهبران حماسی را که ما نام گرفتیم، یحیی عیاش انجینر بود، دکتر عبدالعزیز رنتیسی دکتر بود، طبیب بود، پزشک بود، اسماعیل حنیه پزشک بود، اکثر اینها دکتر، انجینر، دکتر، انجینر. زنهایشان، مادرانشان، دخترانشان همه تحصیل کرده، حافظ قرآن، با وجودی که دکتر است، انجینر است، اما حافظ قرآن است. این عزت و سربلندی است، این ایمان است، این قوت ایمان است که امروز در مقابل آمریکا و اسرائیل و اروپا و همه کشورهای دنیا، عرب و عجم، همه در علم اینها هستن، اما اینا با ثبات پایداری دارن از حق خودشان دفاع میکنن. این ایمان و تقوی از کجا میآید؟ از پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. با وجود از اینکه استاد باور کنین که یعنی امی تا هنوز هم تبلیغاتی که بر علیه از اینا میشه و مخصوصا امی میدیایی که در امریکا است، اکثرا وقتی که نایاد میکنن اینا رو به نام مثلا حماس، به نام تروریستا و شهدا را هم هر کدامش به نام تروریستا، و چقدر کلیپ های دروغ و نفرای با تمام از او. اما میبینیم که امروز الله متعال خواسته که مردم امریکا، خود مردم امریکا امروز آگاهی پیدا کردن و امی تیک تاک اتو یک معجزه است. امروز دی تیک تاک که به دست هر کس رسیده و تمام واقعیت ها رو میبینن، چون در طول سالها اینمی ظلمی که امروز بالای فلسطین میبینیم، این سالهای سال بوده و اونجا جریان داشته، ولی وقت نه این تلفونا بود، نه کسی از حال اول از اونها خبر داشت. از امو خاطر است که یک تعداد از مسلمان های با معذرت جاهل میگن چرا اینا در 7 اکتبر یا 10 اکتبر یا در 1 اکتبر چرا اینا حمله کردن و اینا را ملامت میکنن، چون خبر ندارن، چون نمیخواین خبر شون. اما زندگی دنیایی که مطور آغشت هستن در امو، بسیار در اونمو بسیاری کسای هستن که اونا نمیخواین که حتی امی موضوعات به هر رقمی که میشه با ما کدام صدمه نرسه. ما را در اینجا از امی بنفیت هایی که داریم یا از امی
شفاخانه و دکتر و مصارف و دیگه و دیگه و چیزایی که ما داریم، یعنی کسی حاضر به قربانی از این نیست که تا صدای از اونها را بلند کنن و تا از شنیدن برنامه های ما یا صحبت هایی که ما بعض اوقات میکنیم اینا بگن خود شما باور کنید یعنی استاد یکان دفعه دل آدم هم بطور غصه میکنه که یک کس میگه که امی در وقت افغانستان در جنگ های افغانستان فلسطین امروی ما چی کرده بود که شما امروز میاین از فلسطین دفاع میکنید، برای از اینکه هیچ از بیت المقدس از عظمت و بزرگی از دین و از کعبه اول قبله اول مسلمان ها آگاهی ندارن، هیچی صحبت های میکنن که آدم ایران میمانه که خو اینا چه قسم آگاه شون وقتی که شما تمام روز متوجه برنامه های انترتینمنت و تفریحی و ساتیری و نمیفهم چیزهای له و لعبه که امروز به صدها برنامه یعنی ترتیب میشه و هر کسی که از افغانستان داره می بالای تیاره آمدن از می شبکه ها امروز هر کدامیشان یک یوتیوبر شدن، یک شبکه و یک برنامه ساختن، هر کدامیشان ساتشان تیر است و مردم باز هم اینا اونم بود که 20 سال در افغانستان اینا فریب دادن، در اینجا باز هم یک تعداد مردم مصروف اونم کارا ساختن. وقتی که بیخبر باشیم از می حال و حال احوال یعنی چی کرده میتونیم و واقعا امی مسئولیت ما به حیث یک مسلمان آگاهی از دین است و هر زمانی که خود دین وقتی که ما برای ما گفته شده که شما سوره کهف میگن بخوانید در روزهای جمعه خصوصی کهف شریف از شما برای ما داستان یک هفت نفر جواب یا شش پنج هر چقدر سوره ام تعداد اصحاب کهف بوده نشان میده که وقتی که مشکلات بالای از اینا آمدن در کجا جمع شدن و چه قسم خداوند اینا را پناه داد و چه قسم پروردگار حفاظتشان کرد، ولی از ما از هر جهت ما بسیار زیاد متاسفانه مشکل داریم. استاد گرامی وقت ما بسیار زیاد گذشت، انشالله برنامه شما را بیننده های ما همیشه میبینند. آقا یک نکته اگر اجازه بدید در اینجا میخوام ذکر بکنم، کسانی که میگن فلسطین قضیه ما نیست، اینا اصلا اولا مسلمان نیستن، ثانیا انسان نیستن، چون که فلسطین قضیه همه امت اسلامی است. فلسطین اگر انسان مسلمان باشد، فلسطین اولین قبله مسلمان است اولا، ثانیاً مکانی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سفر معراج رفتن از اونجا. ثالثاً دکتر عبدالله عزام یکی از مجاهدین بزرگ فلسطین به همراه همسرش و فرزندانش در جهاد افغانستان شرکت کردند و همه مهاجرینی که در پاکستان خواستن در منطقه پشاور در این مناطق زندگی کردند از خدمات بزرگی که دکتر عبدالله عزام رحمت الله علیه این مجاهد فلسطینی از خیمه و غذا و مدارس و تحفیظ قرآن و خدمات طبی که برای مهاجرین در اونجا مهیا کردن خبر دارن. رابعا دکتر عبدالله عزام به همراه دو تا از فرزندانش در افغانستان به دست کمونیست‌ها به شهادت رسیدن. اونا می توانستن بگن خب به ما چه، مردم افغانستان، ما جنگ افغانستان است، ما فلسطینی هستیم، عرب هستیم، به ما چه. تنها در منطقه حوز بیش از 4500 قبر مجاهدین عرب وجود دارد که در جنگ با روس‌ها در این منطقه به شهادت رسیدن. همه امت اسلامی در جهاد در مرحله روس‌ها در کنار ملت افغانستان قرار گرفتن. ما همه یک بدن هستیم، یک جسد هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهم مثال مؤمنین و هم دیگر مانند چی است؟ مانند دیواری از خشت‌هایی که به هم دیگه چسبیده هستن. یک مسئله دیگر هم خدمت شما بیان بکنم. سوره کهف ذکر کردید، بزرگترین درسی که ما در سوره کهف داریم میدونید چیست؟ حکایت یک سگی است با 4 نفری که 6 نفر یا 7 نفری که رفتن در یک غار در زمانی که ظلم بود، ستم بود، سخن حق گفته نمیشد، دعوت به سوی حق نمیشد. بزرگترین پیام سوره کهف این است که ای دعوتگر، ای عالم دین، ای شیخ، اگر سخن حق را گفته نمیتوانی، اگر سخن حق رو بیان کردن نمیتوانی، اگر از حق طرفداری کردن نمیتوانی، حداقل برو در گوشه خانه ساکت باش، سیاهی لشکر دشمن نشو، بلندگوی دشمن نشو، مثل سگ اصحاب کهف برو در یک غار، در خانه در گوشه خانه بشی. باور کنید که همین درس سوره کهف رو من وقتی فهمیدم که
افغانستان توسط امریکایی‌ها اشغال شد و صدها و هزارها نفر از ملا و مجاهدین ما در کنار یهود و نصارا قرار گرفتن و سیایی لشکر شدن. سبحان الله، تو خدایا سوره کهف چرا عروض جمعه باید بخونیم؟ این یکی از درس‌های سوره کهف است. اگر حق رو گفته نمیتونی بمیر، اگر حق رو گفته نمیتونی برو گوشه خانه بشین. بسیار تشکر استاد گرامی، خداوند شما را از عمر طولانی و از سلامتی و بسیار تشکر از همکاری های همیشگیتان. باور کنید همه برنامه هایی که ما در شبکه مخصوصا گفتم از تفسیر مولانا بدری، اینا هر وقتی که ما بیننده های ما مشاهده میکنن برای شما دعا میکنن و برای خود شیخ و البته برنامه های دیگه که شما مستفید شدیم، خداوند سپاسگزار هستیم که همیشه ما در کنار هم هستیم و همیشه شما با ما همکار بودین و ما هم از شما بسیاری موضوعات را وقتی که میشنویم، یعنی همیشه چی بگویم، همه قوت دل هم دیگر هستیم و الله متعال همه ما را به جز کسب رضای خود از هر مسیر دیگر خداوند ما را نگاه کنه و الله متعال تمام علمای ما و تمام دعوتگرای ما را در هر جایی که از باصحت و سلامت داشته باشه و جزاکم الله خیر از برنامه روزتان. سلامت بشین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.